احمد رمش حمیدی هغه ځوان و چې تازه له ښوونځي فارغ شوی و او د کار موندلو په لټه کې و، خو هیلې پوره نه شوې او د خاورو لاندې شو. رامش د سې شنبې په ورځ خپل کور ته روان و چې د کابل ښار د 15مې حوزې اړوند قلعه نجاره سیمه کې غلو ترې موبایل او پیسې اخیستي او وژلی دی. از راش درس میخوند، ساعت یک بجه میره طرف کورس که دوزا دمروش میان، بعد یک تلفونک آیفون 6 داشت. هم تلفونک هایش میگم بطه درگیر میشه، نمیته مقاومت میکنه، از اق خود دفاع میکنه. دیگه بعد با زور فیزیک نمیتونن، دستکایش چک گرفته بودن، بعد از او چوکو همراه چوکو در رانش زده بودن، دو هم که اعلان نکده بود، درگیر بودن، از هم خون جاری هم بود، بعد در گرده زده بودن، بعد سه چوکو سر قلبش زده بودن، شهید ساختنه. ده احمد رامش غم خپل کورنۍ دومره غمولی چې آن څوک د کمرې مخته خبرې نشي کولی. وروری وای له هیچا سره دښمنی نه درلوده او له اسلامي مرد غواړي چې د ورور قاتلینې پیدا کړي. آرزو همیش بود، میگفت لالا سره نمیمانم، دی وطن نمیمانم. بعض تاجرهای خارجی را نام میگرفت، میگه من خواستم خواستم ای است که کایزوا در یک میز بشینم، من در جلسه کایزوا بشینم. بسیار بچه فامیده بود، شب روز یک وای شب که من بر آمدم از اتاق من بر آمدم، میدیدم گروپ خانه روشن است، بچه درس میخونه. میگه بچه نکو دیوانه میشی، میفنه لالا من باید میکشمت. میگفت د رامش خپلوان وایي چې له دې قضیې اسلامي امارت خبر شوی او تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي. دوی خبرداری ورکوي که قاتلین ونه نیول شي په اعتراضونو به لاس پورې کړي. خواست ما از دولت همی است، از امارت اسلامی است که مجرمین را دزگیر کنن، بگیرن و به کیفر برسانن، تا امسال از این دیگه خانواده درد نبینه، مردم ما به شکل دیگه رنجش و زحمت نبینن. په دې وروستیو کې د کابل ښار په ډېری سیمو کې د غلو فعالیت زیات شوی چې په خلکو یې د ژوند کړۍ را تنګه کړې ده. د اسلامي امارت مسؤلینو بیا ویلي چې په دې وروستیو کې د غلاو په تور لسګونه کسان نیولي دي.